بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما مؤسسین عزیز گرامی، آرزومندم صحتمند و تندرست باشید. به جلسه 16 همه مضمون حشرات و کنه های مزرعه نباتات مزرعی بنده وزیر احمد دوست محمدی شما خوبان را خوش آمدید میگویم. مؤسسین گرامی، در جلسه حاضر می خواهیم پیرامون آفات مهم فالز از جمله مگس خربوزه که یک از حشرات بسیار مهم است که سالانه می تانه لحاظ کمی و کیفی سطح حاصلات فالز را متضرر بسازه، می خواهیم در پرزنتیشن هازا صحبت مفصل داشته باشیم. ابتدا در فهرست مطالب خواهیم پرداخت پیرامون تاریخچه و مناطق انتشار مگس خربوزه، بعدا عنوان دوم مشخصات و مراحل رشدی مگس خربوزه چی هست، دوران حیات مگس خربوزه و در خاتمه کنترل همه جانبی مگس خربوزه خدمت شما خوبان بیان خواهیم نمود. مگس خربوزه با نام علمی مایپردالس پاردالینا، یعنی به جنس مایپردالس و اسپیشیز پاردالینا، با آردر یا به ردیف دیپترا و فامیل تتراپاینیدیه متعلق است. شیوع این حشره در ولایت بغلان، کندوز، سمنگان، سرپل، جوزجان، فاریاب، بادغیس و هرات زیاد بوده و گمان می رود که در دیگر مناطق کشور نیز موجود باشد. مگس خربوزه که یک از جمله آفات مهم محصولات خربوزه در کشور عزیز ما افغانستان به شمار می رود، اولین بار در سال 1350 توسط دکتر لال و استاد پیر محمد صدیقی از ولایت ننگرهار گزارش داده شد. مگس خربوزه محصولات مانند خربوزه گرمه، دستنبو، خیار، چنبر خیار و خربوزه را مورد حمله قرار می دهد. مگس ماده آلی تخم گذاری خیش را در خربوزه که پوست آن سخت نشده باشد فرو برده تخم گذاری می نماید. معمولا از موادی که از زخم خارج می شود تغذیه می کند. لاروها داخل گوشت خربوزه شده و از آن تغذیه می نماید. چون چندین لار در داخل یک خربوزه موجود می باشد، لذا سوراخ هایی که زیاده که به وجود آمده است و از ارزش غذایی آن می کند. محسنین گرامی، طور که پیشتر هم یادآوری گردید، بار اول در 1350 مگس خربوزه توسط دکتر لال و استاد پیر محمد صدیقی ولایت مشرقی افغانستان موجود زیر گزارش داده شد، دارای استاله مکمل است که در سلایدهای بعدی کاملا به موضوع خواهیم پرداخت. و طوری که شما در تصویر مشاهده میکنید، در سمت چپ موجودیت حفره ها و یا سوراخ ها بیانگر متضرر شدن محصول خربوزه توسط مگس خربوزه است. با اصطلاح طوری که قبلا هم اشاره کردید، مگس ماده والد تخم گذاری خوش در پوست خود خربوزه که سخت نشده باشه داخل میکنه و از موادی که از زخم‌ها به وجود میونه تغذیه میکنه و لار خود زی باعث میشه که از گوشت داخلی خود خربوزه استفاده کنه. در سطح خربوزه آفت زده سوراخ‌های نسواری به مشاهده میرسد، طوری که شما در سلاید قبلی هم مشاهده کردید، و اکثرا چنین خربوزها گندیده و خراب میشوند. تربوز، بادرنگ و کدو نیز مورد حمله این آفت قرار میگیرد. مگس ها بر علاوه اینکه خساری مستقیم را وارد می نوند، به طور غیر مستقیم برای قارچ ها زمینه فعالیت را آماده می سازد که باعث گندیده شدن میوه نیز می گردد. خساره نو مگس های مذکور در بعض از مناطق شمال کشور ما به اوج خویش رسیده است. از 75 الی 95% محصولات خربوزه را از بین برده و یا کیفیت آنها را پایین آورده که در مارکت های منطقه رقابت کردن نتوانسته و باعث پایین آمدن سطح اقتصاد دیاقین فالزکار نیز می شود. مسئله گرامی، طوری که در سلاید قبلی هم اشاره کردید، حفره یا سوراخ هایی که ایجاد میشه باعث میشه که بالاخره تخم گذاری کنه و همچنین بعد از هچینگ یا تفریق لار از داخل خربوزه استفاده کنه و در این حال زمینه برای قارچ ها هم مساعد میشه که شما در تصویر مشاهده میکنید که علاوه کمی و کیفی در یک سطح مطلوب قرار نگرفته است و این خود حشره بالغ از یا حشره کامل خربوزه که جمع آوری شده از ولایت شمالی کشور که طوری که در سلاید قبلی هم اشاره کردید در اکثر ولایات شمالی، مشرقی و غربی افغانستان به اصطلاح موجودیت زیاف میشه و میتونه سالانه در صورت شیوع از 75 الی 95% محصولات خربوزه را از بین ببره. مناطق انتشار از این خسارات این آفت از کشورهای افغانستان، ایران، هند، پاکستان، عراق، مصر، فلسطین، اسرائیل و آمریکا گزارش داده شده است. در افغانستان شیوع این آفت در مناطق شمال، جنوب و غرب کشور می باشد که به شکل جدی مزارع فالز ولایت مانند فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان، بلخ، بادغیس، هرات و هلمند را تهدید نموده است.
حاصلات خربوزه این مناطق از 75 الی 95 فیصد در سال 1384 از بین برده و اگر جلوی این آفت گرفته نشود شاید به دیگر مناطق کشور انتشار نماید. میزان خسارت این آفت در اسرائیل 90 فیصد، در ایران 35 فیصد تا 40 فیصد تعیین شده است. محصلین گرامی، تاریک پیشتر هم یادآوری گردید نظر و شیوع از او در مناطق مختلف و نوعیت میزبان در و در مجموع محلات که کل شرایط اقلیمی به حساب آب و هوا بر از این مگس برای عشر بالغ از پیدا میشه باعث زیان اقتصادی از 75 الی 95 فیصد در بر داره که در سالهای 1384 در ولایت ذکر شده توانست که محصولات لحاظ کمی و کیفی در یک سطح پایین بسیار پایین حتی قرار بگیرن. خود مشخصات از این آفت از چه قرار است؟ مگس خربوزه همانند سایر مگس ها از ردیف دوبالان بوده و همانند سایر دوبالان دارای 4 مرحله رشدی تخم، لار، شفیره و حشره بالغ می باشد. حشره کامل مگس، خود حشره کامل مگس است که طول حشره نر آن 4 و ماده آن 5.5 میلیمتر طول دارد. رنگ عمومی مگس زرد روشن و سینه دارای خالهای ریز سیاس، شکم آن زرد نارنجی روشن و از موهای نسبتاً بلند و رنگ زرد طلایی پوشیده شده است. حشره ماده به وسیله تخم ریز پوست میوه جوان به صلاح در ماه ثور سوراخ کرده و تخمای خود را در آنجا گذاشته و سپس به لاروهای جوان به داخل گوشت میوه پیشرفت کرده، ضمناً تغذیه از دالانهای زیاد در گوشت میوه به وجود می آورند. انساج مجاور این دالان ها سخت و قوی رنگ می شود و میوه های جوان مبتلا ممکن است خشک شوند. محسن گرامی، طور که در سلاید اول هم یادآوری کردی، دارای ساله مکمل است که از تخم شروع به لارف، شفیره یا پیوپا و حشره بالغ به اصطلاح تبدیل میشه و خود هر حشره بیشتر در استیج یا مرحله لاروا از او خساره اقتصادی میرساند که شک نیست مگس خربوزه هم در مرحله لارف طور که شما در تصویر مشاهده میکنین بعضی که تخم خورد در میوه جوان مگس میگذارد و از طریق حفره بعد از زچین شدن لارف در داخل آمده و دالان های سخت و قوی به اصطلاح ایجاد میکنه و اینه که در ماه ثور میوه جوان در ماه ثور سوراخ شده و تخمای خود را در آنجا گذاشته و سپس به لارو جوان تبدیل میشه و باز هم تصویری که شما مشاهده میکنین رنگ عمومی از مگس زرد روشن و سینه ها و سینه دارای خالهای ریز سیاس که شکم آن زرد نارنجی روشن و از موهای نسبتا بلند تشکیل شده است. مشخصات و مراحل رشدی آفت. مگس خربوزه همانند سایر مگس ها از ردیف دوبالان است و همانند سایر دوبالان دارای 4 مرحله رشدی تخم، لار، شفیره و حشره بالغ می باشد که اگ استیجزی یا مرحله تخم ازی از چه قرار است؟ رنگ تخم ها سفید است، شکل استوانه کوچک، طول از اینا بین 0.5 تا 1 و در بعض جا تا 2 میلیمتر هم آمده است، عرض تخم ها تا 0.2 میلیمتر است و قطرشان 1.7 میلیمتر. مرحله لاروا یا لاروا استیج، باز هم رنگ لاروا سفید است، شکل سر باریک طور که شما در تصویر مشاهده میکنین رنگ لاروا سفید، سر باریک، در انتها عریض می باشد و طول از اینا 7.5 تا 11.8 mm یا میلیمتر می باشد. پای ندارند در دوران لارو و نکته بزرگی و خردی مگس ارتباط به لارو دارد. اگر در مرحله لارو غذای کافی موجود باشد خوب نمو می کند که در غیر آن کوچک باقی میماند. شما در تصویر مرحله لار و خساره اقتصادی خود مگس خربوزه مشاهده میکنید. مرحله شفیره یا پیوپا استیج به مرحله گفته میشود که رنگ از او قوی روشن است، سومین مرحله است به اصطلاح، بعد از تخم لار 5 تا 6 mm است، عرض 2 تا 8 میلیمتر و تصاویری که شما مشاهده میکنید جمع‌آوری شده به اصطلاح از زیر خربوزه‌های مصاب که در دوران حیات ازی کاملا و مفصلا در سلاید های بعدی اشاره خواهد شد. مرحله حشره کامل یا ادولت استیج که چهارمین مرحله یک استعاله مکمل است، رنگ عمومی از طور که در سلاید های قبلی هم اشاره کردید زرد و روشن، خالهای سیاه ریز در زیر سینه از موقعیت است، رنگ شکم بازم زرد نارنجی دارای موهای نسبتا بلند طلایی رنگ، فرق سر از قهوه‌ای است، رنگ بالها شفاف دارای سنوار زد رنگن، طول جنس مذکر 4.5 و طول جنس مؤنث 5.5
عموما فرق بین جنس مذکر و مؤنث، طوری که شما در مضمون مبادی المعاشرات در سمستر قبلی خواندیم، یک از راهها می بود که ما تفکیک می دادیم تو خال شکل تخمدان و به آله تخمگذاری که داشت جنس مادر از نر تشخیص می داد، و قسمت دوم این بود که جنس مادر عموما بزرگتره لحاظ سایز. شما هم در تصویر مشاهده می کنید که 5.5 میلیمتر و جنس مذکر 4.5 میلیمتر هم چی داره به اصطلاح طول از اونها هست. دوران حیات زو برای دانستن، برای یک محصل یا یک کارمند صاحب وقتی که میخواد آفات را کنترل کنه، دانستن دوران حیات یا لایف سایکل بسیار مهم است، چون ما را در قسمت کنترل نزدیک میسازه و میتونیم که با کمترین هزینه به اصطلاح یک کنترل موفق داشته باشیم. حشر متذکر زمستان را به صورت شفیره در خاک میگذارند. مگس ها معمولا در اوایل جوزا بروز نموده و بعد از مدت تقریبا یک هفته شروع به تخم گذاری می نمایند. هر حشره ماده در حدود 100 عدد تخم را در طول تقریبا 3 هفته تولید می نمایند. افراد ماده آلت تخم گذاری خود را در میوه فرو برده و تخم را در گوشت میوه قرار می دهند. طور معمول خربوزه های کوچک را برای تخم گذاری ترجیح می دهند. مگس خربوزه از اوسط ماه جوزا به شفیره می رود. در این زمان لارو از داخل خربوزه بیرون شده و در عمق 20 سانتی یا بیشتر از این در خاک فرو رفته و تبدیل به پیوپا یا شفیره می گردند. طول عمر حشره کامل تا 2 ماه ممکن است طول بکشد. نگفته نباید گذاشت که تجارب عملی که بالا این مگس توسط پوهندوی عبدالظاهر حبیبی، یک از اساتید بزرگ ما در فاکولته زراعت ولایت هرات در سطح پانتون هرات که اینا صورت گرفته، توسط از اینا بیانگر این عمل است زمانی که هنوز محصول خربوزه گل نداده باشد، مگس بالای گلهای خاربوتک و یا خود نباتات اطراف فال زیر برگاه گلهای آفتاب به اصطلاح آفتابگردان به سر برده، هنگامی که اولین گل خربوزه بیرون شود و تبدیل به خربوزه کوچک شود، مورد تهاجم مگس خربوزه قرار گرفته و تخمگذاری را آغاز می کند. در هنگامی که قطر و وزن خربوزه زیاد شد، بالاخره شفیره در داخل آن داران ایجاد می کند و بعد از 1 الی 2 هفته خارج شده، نگفته نباید گذاشت که ممکن است یک مگس چندین سوراخ روی میوه ایجاد کند، ولی فقط در یک از آنها تخمگذاری می کند. لارف از خارج شدن از خربوزه به داخل خاک فرو رفته و تبدیل به شفیره می گردد و گاهی نیز ممکن است شفیره مگس در داخل میوه با وجود آید. محسن گرامی، طوری که قبلا هم اشاره شد، دوران حیات مکمل است و این زمستان به شکل شفیره سپری می کند. در سطح خاک بعد از اینکه لارو آمد، قسمت های مختلف از خربوزه دالان زد و از گوشت ازی استفاده کرد و زمینه برای قارچا مساعد گردید، بعدا بیرون میشه و در سطح خاک در تصاویر سلایدهای بعدی که برای شما نشان خواهد داده شد، نشان داده میشه البته در سلاید آینده، نوعی بالاخره دوران حیات زیر شما بیشتر یا بهتر افهم و تفهیم میشه و این هم باز هم موجودت حفره یا سوراخهایی که رنگ نسواری دارن و بیانگر صدمه خود خربوزه و محصول توسط مگس خربوزه شده است. کنترل همه جانبه مگس خربوزه یا روش IPM چه چیزی در قسمت کنترل ضیافت برای ما پیشنهاد میکنه؟ بهترین وقت کنترل، چون اشاره کامل بعد از خروج از کیسه شفیره از مایات شیرین تغذیه میکنه، لذا بهترین وقت مبارزه با این آفت انگام است که جنسن به بلوغ نرسیده باشه قبل از جفتگیری و تخم گذاری. یک، کنترل با استفاده از عملیات زراعتی. تناوب زراعتی رو برای 3 سال در نظر بگیرید، یعنی در مزارعی که خربوزه کشت کردید در سالهای آینده نباتات دیگر را کشت کنید، مثلا قلجات. همچنان حداقل 1000 متر دورتر از فال سال گذشته به کشت نباتات فالزی بپردازید. جهت از بین بردن شفیره ها در خاک قبل از کشت، خربوزه باید زمین به عمق 15 تا 20 سانتی متر قلبه شود تا شفیره ها روی خاک آماده و از اثر فشار محیطی از بین برده شود. با رسیدن سرمای زمستان، زمینی که خربوزه در آن کشیده بود یخاب بدید تا اثر یخبندان زمستان باز هم همان پیوپای شفیره در خاک موجود است از بین برود. وقت بذر تغییر داده، یعنی نسبت به سالهای گذشته چند روز قبل خربوزه را کشت کنید. کنترل میخانیکی. محصلین گرامی، کنترل همه جانبه IPM، طوری که ما در جلسات اولی هم صحبت کردیم،
ابتدا باید به کنترل میخانیکی بپردازیم. وقتی که میوه های جوان به اندازه زردالو باشه یا در بعض از کتاب ها به اندازه چهار مغز هم آورده، میتوان با استفاده از خریطه داخل آن نمود و اطراف آن را پیچاند و خریطه مانع تخمگذاری مگس مؤنث گردد. وقتی که میوه های جوان به اندازه زردالو می باشد، در داخل برگای همجوار پیچان آن را پیچیده و بالای آن یک مقدار خاک بریزید تا اینکه خاک مانع تخمگذاری مگس های ماده گردد. جمع‌آوری و از بین بردن تمام بقایای نباتات بعد از رفع حاصل از مزرعه همه روزه مراقبت صورت گیرد تا خربوزه های ملوث از ساحه دور شود، میوه های مصاب از ساحه دور و در زمین های به عمق 1 متر دفن نشود و یا هم قبل از انتقال به مارکت از بین برده شود و برای حیوانات جهت تغذیه استعمال گردد. محصلین گرامی، میخوایم در از این سال چند موضوع یادآوری کنم. تصاویری که شما مشاهده میکنین خود دیاقین است که همراه اطفال خود یا فامیلای خود آمدن و خربوزه یا همون بالاخره تربوز که مصاب است، خاک زیر پای از او قسمت ما، چون در سالهای قبلی گفتیم که بین 15 تا 20 سانتی متر شفیره ازی که رنگ زرد داره و از دانه گندم خردتر است در سطح خاک است، خاک به اصطلاح قربل نموده یا قربال نموده و شما مشاهده میکنید. لازم به ذکر است که در سالهای گذشته وزارت زراعت فی کیلور بین 65 تا 70 هزار درهم از دیاقین خریداری میکردند که دیاقین تشویق میشدند و هر صورت همراه فامیلای خود و اعضای طفلکای خود به اصطلاح اعضای فامیل در قسمت فالز به عملی اقدام میکردند که در مجموع شفیره از جمع‌آوری میشد و بعد از تفتیش هیئت پول از اونا پرداخته میشد و خود شفیره هم حریق میشد به خاطر جلوگیری از نسلهای بعدی مگس خربوزه. در تصویر شما خود بازم خربوزه ملوث رو مشاهده میکنین، کرغکی که به اصطلاح یا زمینی که در زیر پای از او قربال شده و مقدار شفیره به دست آمده و همچنین خود دیاقین که همراه فامیل خود اقدام بزی کار کردن. کنترل مگس خربوزه با استفاده از محلول زهری. کنترل مگس خربوزه با استفاده از محلول زهری یک طریقای بسیار ساده و عام فهم می باشد که در صفات شمال کشور از تیزه شده و نتایج خوبی به دست آمده است. مواد مورد ضرورت در لیتر آب است، 300 گرام بوره یا شکر است، 10 سی سی دلتامترین است. طرز تهیه از نخو 300 گرام شکر را در 10 لیتر آب حل نموده و بعدن 10 سی سی دلتامترین بالای محلول آب و شکر علاوه می کنیم و محلول را خوب شور می دهیم. طرز استعمال این ادویه چه قرار است؟ ابتدا وقتی که خربوزه بعد از آن که گلهایشان القا می شود و میوه جوان به اندازه زردالو می باشد، استعمال محلول های زهری در 4 مرحله به وقفه 10 روز تطبیق می نماییم. یعنی در حقیقت همان بوره و آب و دلتامترین که محلول زهری رو طور معمول طرف صبح و یا بعد از ظهر توسط محلول پاشی یا محلول پاش استعمال کنید. وقتی که در این مدت میوه خربوزه حفظ شود، بعدا پوست خربوزه زخیم شده و از حمله این آفت نجات میابید که این طریقه در مزارع فالزی نتایج خوب داده است. و یک دیگر از راه های حل، محسن گرامی، بازم میخوایم که طرز استفاده از محلول بعدی است، 10 لیتر آب است، 400 گرام شکر و 20 گرام پودر دپترکس یا ترایکلوروفین که در جلسات قبلی هم پیرامون این ادویه به اصطلاح یادآوری شد. طرز تهیه این محلول، شکر جمع آب جمع دپترکس مساوی میشه به محلول، محلول خالص زمانی که میوه به اندازه 4 مغز یا به اصطلاح زردالو از 7 روز بعد 3 مرتبه تکرار میکنین و 20 روز بعد از مرتبه دوم که جمله 61 روز میشه، بعد از این نیاز نیست پوست خربوزه چون زخیم میشه. نخست شکر رو در آب حل نموده و بعدا پودر دپترکس بالای محلول آب و شکر علاوه میکنیم و محلول رو خوب به هم زده تا منحل شود. بعدا محلول به دست آمده رو خالص و بدون اینکه چیز دیگر به آن علاوه کنیم استعمال میکنیم. وقتی که میوه های جوان به اندازه 4 مغز میشود، استعمال محلول زری در 5 مرحله تطبیق میشود که 7 روز بعد از 3 مرتبه و 20 روز بعد از مرتبه دوم استعمال می شود که جمله 61 روز در بر می گیرد. محلول زری رو طور معمول باز هم از طرف صبح استعمال می کنیم. وقتی که در این مدت میوه خربوزه حفظ شد و بعدا پوست از اون خربوزه زخیم شده و از حمله این آفت نجات می یابد. یک دیگر از راه ها در قسمت کنترل بیولوژیکی است که بیولوژیکال کنترل است. دشمنان مگس خربوزه مثل سایر آفات دیگر در طبیعت وجود دارد که نفوس این آفت را کنترل نماید. خوشبختانه پرنده های کوچک که در کشور ما پیدا می شود
قافت مذکور از مریل لاروا یا کرم شفیره و مگس کامل را مورد تغذیه قرار میدهد. به نامهای ملی قرچه، چوتک، گنجشکک، گلسر و غیره یاد می شود که اینا در مجموع می توانند به اصطلاح خود از اینا لارو مگس خربزه مورد حمله قرار بدن و نوش جان کنند. یک تعداد زنبور در سواحل بحیر مدیترانه پیدا می شود. 16 نوع آنها شناسایی شدند که در کنترل مگس خربزه 95% مؤثر می شود. در کشورمون نیز شاید این نوع زنبورها وجود داشته باشد، تا حال شناسایی نشده است. امید در آینده تحقیقات در رابطه به موضوع خاضا صورت گیرد. و همچنین یک سری مثلا پارازیت های هست که تحت عنوان اف ارینانیس و پی فلتریچری بالای تخم و لارو همزمان بله تخم و لارو همزمان حمله میکنه و میتونه تقریبا 56% به اصطلاح از این مسئول چی کنه 56% جمعیت رو کنترل کنه، که خود شما به اصطلاح در تصویر که در قسمت وسط قرار گرفته تصویر فلتچری مشاهده میکنید که یک از پارازیت های زنبور است که این میتونه بالای تخم و لار به اصطلاح همزمان مورد حمله خود قرار بده. و نگفته نمانه که نوع زنبور بعدی هم تحت عنوان ایسانیس که قبلا یادآوری کردید که به اصطلاح زنبورها و پارازیت ها و در کشور همسایه یافت میشه، امید روز فرار رسد که ما هم بتوانیم در قسمت کنترل از این و کنترل بیولوژیکی استفاده کنیم و محیط زیست آری از پیستیساید ها داشته باشیم. کنترل مگس خربوزه با استفاده از تلک های نوری. در تلک های نوری ما مواد ضرورت چراغ بکار داریم، تشت، مقدار آب، چند قطره تیل خاک. طرز تهیه ازی در نقاطی که خطر بادای شدید نمی باشد می تواند تلک نوری در انگام شب استفاده نمود. و زیر چراغ نوری یک تشت را به اندازه محدود پر از آب نمود و بعدن چند قطره تیل خاک را علاوه نمایید. این کار سبب می شود تا یک تعداد از مگس ها و همچنین شپرک هایی که تماما مضر هستند توسط نور چراغ جذب و در بین آب از بین بروند. کنترل مگس خربوزه با استفاده از اسپند و فوزله گاب. چون حمله نشد خربوزه صبح هنگام می باشد، پس مناسب ترین وقت مبارزه با آفت مذکور هنگام است که روشنی پراکنده نشده باشد. هنگام طلوع آفتاب برای تطبیق این طریقه چون این عمل می کنیم. نخست سه اسه فوزله گاو یعنی 75% و یک اسه اسپند یا اسپنجی که به صلاح می گیم سپنج به صلاح محلی 25% زور با هم مخلوط کرده و بعدا در 25 متر مربع در فرزای خربوزه دود می کنیم که این عمل را هفته 3 بار ادامه می دهیم تا که پوست میوه خربوزه سخت و زخیم گردد. یک از راه های دیگر مگس خربوزه محصولین گرامی کنترل مگس خربوزه با استفاده از تومه زهری است که مواد مورد ضرورت 4 لیتر شوربای بدون روغن است، نیم لیتر عصاره بادرنگ یا خیار، 20 گرم کود سفید یوریا، 50 گرم دپترکس، 50 گرم خمیر مایع می باشد. طرز تهیه و استعمال از این خیار ماشین شده، ابتدا بادرنگ یا خیاری که داره ماشین میکنیم، جمع خمیر مایه، اینا در حد نیم لیتر عصاره میشه، جمع 4 لیتر شوربا در صورتی که بیروغن باشه، جمع یوریا و جمع دپترکس. جاروب به کار داریم در حد 10 متر مربع و همچنین که استفاده میشه قطرات باید بین 3 تا 5 میلی متر باشه و مقدار دوایی که استفاده میشه برای 25 جریب است. یعنی در مجموع شما 4 لیتر شوربا، نیم لیتر عصاره بادرنگ، 20 گرم گود سفید، 50 گرم دپترکس و 50 گرم خمیر مایع در مجموع برای شما یک محلول جور میشه، یک تومه که بالاخره 25 جریب زمین را دواپاشی خواهد نمود. طرز تهیه زی ابتدا یا نخست یک عدد بادرنگ، یک عدد بادرنگ را که نسبتا بزرگ باشد ماشین نموده، همراه خمیر مایع در یک ظرف پلاستیکی انداخته شود. بعد از آن که تخمر می نماید آب آن را فیلتر نموده و مقدار تقریبا نیم لیتر عصاره آن را در یک ظرف بریزید. بعد 1 کیلوگرم گوشت سرخی را با یک مقدار کم نمک پخته نموده و از آن به اندازه 4 لیتر شوربا و تهیه نمایید. گوشت آن را از شوربا جدا نموده و آب شوربا را بگذارید تا سرد شود. بعد از سرد شدن لایه روغن روی شوربا را دور سازید. 4 لیتر شوربای بدون روغن را در یک سطل انداخته و نیم لیتر عصاره بادرنگ را بالای آن علاوه نموده و به همین ترتیب 20 گرم کود سفید یا کود یوریا را همراه 50 گرم دپترکس در ظرف انداخته منحل نمایید.
تومه به دست آمده توسط یک جارو در یک متر مربع جای، بعد از هر 10 متر طور پاشید که قطرات تومه از 3 تا 5 میلی متر بیشتر انداخته شود. تومه متذکره بر 25 ریب زمین صاحب کافی می باشد. محصلین گرامی رو گفتن ماند در وقت دو پاشی شما بعد از اینکه مواد یا تومه جور کردید زیر یک جارو، ابتدا جارو را آغشته می کنیم و سپس توسط دست یا دست بالاخره تار یک تکان میدین که قطرات از او بین 3 تا 5 میلی متر باشه و هر 10 قدم یا 10 متری که سپری میکنین یک دفعه دیگه باز جارو واقشته شده زیر تومه باز یک تکان داده میشه که در مجموع تا دوایی که برای مقدار موادی که برای 25 جریب استفاده شده است تکرار کنیم. این هم یک از راه است که تومه با استفاده از تومه زهری ما میتونیم مگس خربوزه جمعیت از او تقلیل بدیم. کنترل مگس خربوزه با استفاده از تلک های فیرامونی است. استفاده از میتایل جینول، معرفی میتایل جینول داریم که میتایل جینول چی هست. میتایل جینول یک از غذاهای قوی برای مگس ها می باشد و جنس مذکر این حشره مواد مذکور خیلی میپسندد. مگس های جذب شده توسط میتایلیجینول جذب و در موجودیت دپتریکس به طور کلی از بین رفته و جنس های مؤنث مگس بیجوره میماند. به همین ترتیب نفوس و خساری نافت کنترل میشود. مواد مورد ضرورت در این قسمت چی هست؟ قوطی پلاستیکی شفاف که ظرفیت از او بین 1.5 تا 2.5 کیلوگرم وزن داشته باشد، 10 سانتی متر سیم نیم اینچ جهت ساختن یک چنگک، توت پرس شده پختر به کار داریم یا پنبر، ظرف برای حل نمودن مواد میتایل جینول 85 سی سی باشه، باید شکر 10 گرم یا بوره دپتریکس 50 گرم و یک سایبانک که خوردن برای محافظت لازم است. طرز استعمال میتایل جینول چه قسمت است؟ 85 سی سی میتایل جینول جمع 10 گرم شکر جمع 50 گرم دپتریکس این مساوی میشه به که 2 تا 5 سی سی از این مورد روی پخته میگذاریم. فاصله قطی ها باید در 500 متر مربع باشه. در بین فالز به صلاح ارتفاع از او بین 80 تا 120 سانتی متر که نصب سایبان میگن. از شروع گلدهی تا زخیم شدن خود پوست خربوزه نخست 85 سی سی. طرز استعمال تهیه از اینه که ما نخست 85 سی سی میتایل جینول با 10 گرم پودر شکر یا پودر شکر حل نموده و بعدا 50 گرم دپتریکس رو با آن علاوه میکنیم. مخلوط به دست آمده رو به مقدار 2 الی 5 سی سی بالای توت پخته پرس شده چنگک داخل قوطی میپاشیم. هر قوطی رو به اندازه 500 متر مربع طوری که پیشتر هم یادآوری کردید از هم دور و به ارتفاع 80 الی 120 سانتی متر آویزان میکنیم. نگفته نباید گذاشت که بالای هر یک از قوطی ها معلول باید یک سایبان گذاشته شه یا به اصطلاح ساخته شود تا تحت شعای مستقیم نور آفتاب قرار نگیرد. همچنان بعد از هر 15 روز توتای پخته توسط آب مرتوب ساخته در مجموع یک تلک فرامونی برای 2 ماه قابل استفاده می باشد. این پروسه را از شروع گلدهی آغاز می کنیم تا وقتی که میوه خربوزه زخیم و سخت کرده. محصلین گرامی میتایل جینول طوری که قبلا هم گفتیم به اصطلاح در سلاید قبلی یک غذای قوی برای مگس ها و ذریعه غذا ما میتونیم که جنس های مذکر در موجودیت دپتریکس از بین ببریم و جنس های مؤنث در مجموع باز هم به اینا تنها میمانند و جلوگیری میشه از تخم گذاری و نسل های آینده از اینا در مزرعه. تدابیر محافظی محلول، مخلوط نمودن محلول دور از محل بود و باش، نگهداری محلول در جاهای خشک و خنک دور از نور مستقیم آفتاب و همزنی قبل از استفاده، دور نمودن مگس های مرده از تلک و حساب نمودن آنها جهت تعیین نفوسشان، ساختن سایبان برای قطی ها، حفاظت از تلک تا کس کور به سر قد نباره و جلوگیری از استعمال قطی ها در امورات منزل. در آخرین مرحله کنترل کیمیایی است. کنترل کیمیایی آخرین طریقه مبارزه با این آفت می باشد که می توان از ادویه های سلکتیو یا انتخابی استفاده کرد تا برای دیگر حشرات مفیده و محیط زیست متضرر تمام نشود. طور مثال دلتامتین که طرق استعمال آن 2 سی سی در یک 2 سی سی ادویه در یک لیتر آب حل نموده و بعدا توسط محلول پاش استعمال کنید. وقتی که میوه جوان خربوزه به اندازه کوچکتر از 4 مغز باشد در هفته 1 مرتبه استعمال شود. سامپاشی معمولا در 3 نوبت انجام شود و اولین نوبت آن پس از تشکیل میوه های جوان خواهد بود.
و همچنین ما میتونیم کنترل مگه از خربوزه با استفاده گرد پاشی جای خربوزه مصاب شده بعد از دور نمودن همراه با ادویه سوین کاربالیل 85% به اندازه 1 در 10 خاک خشک مخلوط شده و گرد پاشی شود که باز هم یک راه موثر است. در آخرین قسمت مسئله گرامی پیشنهادات داریم، او است که مراد نمودن نظافت مزرعه یا سنتیشن یک از راه بسیار مهم است. استفاده از تناوب زراعتی، مهار کردن آفت پیش از جفتگیری که ذریع در قدم آنها تلکای نوری و فیرومونی بود که در سلایدهای قبلی اشاره شد، جمعوری میوهای مصاب، دفن و خورانده شدنشون به خود حیوانات بداده شد، به صلاح از بین بردن بقایای نباتی بعد از لاش نمودن، برای جمع‌آوری نمودن خود محصول اصلی، راه اندازی سمینارها برای دیاقین جهت شناخت بهتر آفات مگس خربوزه، انتخاب بهترین وسایل زراعتی از طریق مقامات و قرار دادن آنها به دسترس زارعین، مبارزه با آفات و امراض مستلزم عزم و اتحاد همگانی می باشد. هرگاه دیاقین محترم متحدند و با صمیمیت با هم کار نمایند و آنقدر فالز بکارند که از عهده و منیجمنت آن برآمده بتوانند و یا با بیتفاوتی سبب تولید مگس بر بقیه فالزکاران نگردند، دیگر مشکل آفات و امراض آسان میگردد. باید دیاقین متکی به خود باشند، زیرا بهتر از همه میتوانند خود مشکل خیش را حل نمایند. محسنین گرامی، به پایان جلسه 16 رسیدیم. تشکر از حوصله مندی تک تک از شما خوبان. پل ارتباطی با ما 0797-870-865 می باشد. در صورت که کدام انتقاد پیشنهاد سوال داشتید، می توانید در طریق تماس تلفن و یا ایمیل آدرسی که در پایین ذکر شده است با ما در تماس شوید. تا جلسه بعدی، بدرود. همگی شما خوبان به الله پاک می سپارم. کرونا را جدی بگیرید، در خانه خیش بمانید و باعث سلامتی خود و فامیل محترمتان گردید. تا دیدار بعد، بدرود. همگی شما خوبان به الله پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما. موفق و کامگار باشید.